میخواست به مزرعه بره. بیبی هم میخواست دکمه های افتاده پیرهن بابا رو بدوزه. بعدم به مرغ و خروس و بزغاله غذا بده. دیگه باید برم بیبی، مزرعه منتظرمه. یه سرم باید برم پیش آش حسن آقا، اما عباس گفت که با هم کار داره. برو به سلامت، سر راد اون سبد سبزیرم بذار کنار حوض. باشه بیبی، خداحافظ. بابا داشت از اتاق بیرون میرفت که بیبی صداش کرد. بابا دست درد نکنه، میشه شیشه عینکم رو تمیز کنی؟ بیبی عینک رو از لای در به بابا داد. بابا سبد سبزی رو میذاره روی علفای بزغاله، عینک بیبی رم تمیز میکنه. بیبی شیشه عینکت رو تمیز کردم. دست درد نکنه، بذارش همونجا، برش میدارم. گذاشتمش لب حوض، من رفتم. جوجه ها داشتن بازی میکردن که پاشون میخوره به عینک بیبی و عینک میفته توی حوض. بیبی با نخ و سوزن و پیرهن بابا اومد تو حیاط. مرغ و خروس منتظر دونه بودن، جوجه ها به دنبالشون. بزغالم که گشتن شده بود داشت بعبع میکرد. اومدم، چقدر سر و صدا میکنین. چشمای بیبی بی عینک خوب نمیدی. اون لب حوض دنبال عینک گشت ولی پیداش نکرد. بابا تو که گفتی گذاشتم اینجا، پس کو؟ جوجه ها جیک جیک کردن، بیبی براشون دونه ریخت. بزغاله گفت بیبی اشتباهی براش سبزی آش ریخت. آخه بابا سبد رو گذاشته بود روی علفای بزغاله و بیبی هم که خوب نمیتونست بدون عینک ببینه. خب حاج حسن، با من امری داشتی؟ اختیار داری؟ نه عرض خاصی نداشتم، میخواستم بگم امشب اگه زحمت نیست شام بیاین منزل ما. خیر ایشالله. بله بابا، خیلی هم خیره. قضیه اون قنات قدیمیه که اگه بشه دوباره راش انداخت مشکل بیابی ده حل میشه انشالله. باشه، امشب میام ببینم چی کار میشه کرد. پس تا شب خداحافظ شما. خداحافظ. خدا کنه بیبی یادش نرفته باشه و دکمه های پیرنم رو دوخته باشه. بیبی حوصله‌اش سر رفته بود. رفت آب پاشو برداشت تا به باغچه آب بده. نه خیر، عینکم دود شده رفته هوا. صدای در میاد. همسایه بود که برای بیبی از مزرعه‌شون یه هندونه آورده بود. بیبی هندونه رو روی تخت میذاره و دوباره شروع میکنه به قدم زدن و فکر کردن. هندونه یواش یواش قل میخوره و میفته پشت تخت توی باغچه. ولی بیبی متوجه نمیشه چون همه حواسش به دکمه های باباست که ندوخته. دوباره صدای در میاد. اومدم. امروز چه خبره؟ خدا میدونه. سلام بیبی جان، ببخشید میشه توپمونو بدین؟ سلام پسرم. توپتون؟ کدوم توپ؟ اینجا توپی نیست. چرا بیبی جان، الان امیرعلی شوت کرد افتاد تو حیات شما. صبر کن ببینم. بیبی متوجه نشده بود که هندونه از روی تخت افتاده. روی تخت رو دید ولی فکر کرد هندونه است. نه پسر گلم، توپتون اینجا نیست. ولی بیبی جان، همه دیدن که افتاد تو حیاط شما، مگه نه بچه ها؟ بله بیبی خانم افتاد، من شوت کردم. نمیدونم، شاید. بیا تو خودت بگرد. اونهاش بیبی رو تخته.
اون که هندونه است. با اجازه، ببینیم بیبی جان، این توپ ماست. گفتم که ایوا، این که هندونه بود، چطوری توپ شد؟ پسر بچه فکر کرد بیبی باهاش شوخی میکنه، خندید و رفت. بالاخره بابا اومد خونه. سلام بیبی. سلام بابا جان، تقصیر خودت شد. چی شده بیبی؟ عینک همو جایی گذاشتی که من پیداش نکردم. بابا بیشتر تعجب کرد، بیبی راست گفته بود، عینک اونجا نبود. توی حوض نگاه کرد، عینک رو دید و اونو برداشت. ببخش بیبی، عینکت افتاده بود توی حوض. آخه حالا میتونم همه چیز رو ببینم. ببینم این طفلک ها حالشون خوبه، گشنشون نیست. خب خدا رو شد. ایوا بذار ببینم، پس سبزی ها کشن نکنه؟ راست میگی ها، من صبح خودم سلاد رو گذاشتم اینجا، حتما این بزغاله شیشبو خورده. آپا شوشاق تو چی کار میکنه؟ من نمیفهمم اینجا چه خبر بوده. بیبی شروع میکنه به دوختن دکمه پیرهن بابا و همه چیزو تعریف میکنه. حرفای بیبی تموم شد، بابا ساکت نشسته. بیبی فهمید بابا نگرانه که نکنه دیر بشه، چون اون هی به ساعتش نگاه میکنه. نگران نباش بابا، الان تموم میشه. نه بفرما، حاضره، برو بپوش. بیبی جان امروز یکم اذیت شدی، ولی عوضش عینک تهزامی تمیز شد، چون از صبح تا حالا تو آب بوده.